الله بنیاز. سلام، وقت شما ازان بخیر باشه. البته بعد از ظهرتان بخیر باشه و آرزو دارم که همیتان جور صحتمند باشین و در کنار فامیلای عزیزتان یک جا نان چاشتر نوش جان کرده بیننده برنامه خودتان، یعنی بیننده برنامه برنگ روز باشین که من هم اسیب اکبری خدمت حضورتان حاضر هستم. تا آخرین دقایق برنامه همراه شما خوبان خواهان هستیم و در این برنامه هم مهمان بسیار گرامی را با خود داریم که در رابطه به هرنیا یا چوره با شما معلومات میتنی که چی هست، چند نوع هست و چگونه اتفاق میفته، اسبابش چی هست. تمام شده در این برنامه شما از آن خواهید آگاه شد و آگاهی حاصل میکنین که یک نوع مرض هست، علائم هست و یا هم کدام نشانه هست و شما هم در رابطه با او معلومات حاصل میکنین. و در کنار ما هم دکتر محمد خالد شهباز هستند، متخصص جراحی عمومی هستند که در رابطه با شما صحبت های دارن. سلام دکتر صاحب، بعد از ظهرتان بخیر، خوش آمدید. علیکم السلام، عرض سلام دارم خدمت خودتان، همکاری تکنیکی و بیننده تلویزیون. و خوش آمدین دکتر صاحب، تشکر که وقت گذاشتین و یک موضوع بسیار عام و موضوعی که خیلی مهم باشه در رابطه به هرنیا و بیننده عزیز معلومات میتین. و در نخست خوب است دکتر صاحب بدانیم که خود هرنیا چی هست، یک معرفی داشته باشیم از این یا به اصطلاح عام همان چوره. تشکر. خب چوره یا هرنیا خارج شدن یکی از ساختمان های خود داخل بدنه یا یک قسمت از ساختمان داخل بدنه از طریق مسیرهای نرمال یا غیر نرمال یا از طریق یک فوهی نرمال یا غیر نرمال در ظاهر شدنش در تحت جلد امیر به نام هرنیا یاد میکنن و به اصطلاح عام عام پوندیدگی یا برجستگی که در نواحی مختلف جدار بدن پیدا میشه ایره به نام چوره یا هرنیا یاد میکنن. و این چوره میتونه که یکی به شکل ظاهری هست در قسمت های خود جدار بطن که به شکل ظاهر هم میتونه مریض رو ببینه، هم پایواز مریض ببینه، هم دکتر ببینش. و شکل دیگه چوره داخلی هم ما داریم. چوره داخلی فرضاً در بین حجاب عاجز میده یا روده ها به طرف صدر تفتق میکنه یا بالا میره، این چوره هست. یا عضلات هست. عضلات برزن یک نفر وزن برداری میکنه یا حمال هست، یک وزن بسیار گرانه رویشانایش حمل میکنه، دمی جریانی که فشار میاره زور میزنه که این وزن بالا بکنه، در همین جریان میتونه که بالای عضلات فشار ناگهانی و شدیدی که ایجاد میشه، همین فشار ناگهانی و شدید باعث پاره شدن خود عمو پوش یا صفاق عضله شده و الیاف عضله به طرف بیرون تفتق میکنه یا خارج میشه که هم یک نوع فتق هست، فتق عضلی میگن. اما این از نظر ظاهری آدم نمیتونه که چیز ببینه. یا فرض مثال در مثالی که پیشتر براتون گفتیم در قسمت حجاب عاجز، این فتقایی است که بچه شم دیده نمیشه، یا یک فتق به نام ابتراتور میگیم ما در قسمت زمین حوصله یا جو حوصله قسمت پایینی شکم پیدا میشه که اکثرا باعث انسداد میشه، مریض بلاوهی یک انسداد روده به حساب به دکتر مراجعه میکنه، به شفاخانه مراجعه میکنه، وقتی که معاینات پیشان تکمیل میشه بالاخره لوحه انسدادی یا تشخیص انسداد بالایشان گذاشته میشه، بطن که باز میشه عملیات میشه، دیده میشه که دلیل خود امی انسداد اما فتق ابتراتور بوده یا فتق بله یا بندشی که ایجاد شده دلیلش امی چرا یا فتق هست، یا در قسمت های جاب عاجز یا در قسمت های زمین حوصله. بنابراین فتقه ها در عموم اگر ما شما بگوییم این فتقه های هم داخلی داریم هم خارجی داریم. خارجیش خوبیش دمی هست که آن فهم هست، همه مردم میفهمند که در قسمت ناف هست یا در قسمت های پایینی شکم هست، یک برجستگی پیدا میشه که تحت عنوان چرا یا فتق ما شما اون را میشناسیم. بله، و امید است که بیننده ایزم آگاهی حاصل کرده باشن، شناخته باشن که خود چوره یا هرنیا و یا هم اصطلاح فتق که به کلمه عربی هم برش استفاده میشه فهمیده باشین که چگونه اتفاق میفته. و حالا هم دکتر صاحب در رابطه به انواع هرنیا اگر معلومات بتین که چند نوع هرنیا هست یا فتق هست میشه به بیننده ایزم معلومات بتین؟ تشکر، بسیار خوب. خب یکی عموم اگر تصنیف کنیم گپ بیشتر متعید میشه که یک فتقای داخلی داریم، فتقای خارجی داریم. باز در قسمت خود فتقا از نظر خصوصیاتشان میشه که ما و شما تصنیف بندی بکنیم، از نظر با موقعیتشان میشه که خصوصیات تصنیف بندیشان بکنیم یا تقسیم بندی بکنیم. فرضاً یک فتقی که در قسمت سر میده پیدا میشه ما به نام فتق پیگاستریک یادش میکنیم، فتقی که در قسمت خود ناف پیدا میشه به خودمون نام از اون ناحیه یا فتق امبلیکال یاد میشه، یا
در اطراف ناف است برام پار امبلیکل است. به این عنوان در هر ناحی از وجود ما که می باشه ایرم نظر به مو ناحیش به مو نام مسما شده به مو نام یادش میکنن. دیگه فتکار ما میتونیم نظر به محتوی و موادش به حساب تصنیف بندی کنیم. فرضاً یک چوره یا فتک محتویش یا مواد داخل کیسه روده ها است به نام انتروسل یادش میکنن. یک صفحه در داخل جوف بطن به نام اومنتوم یا ای اومنتوم وقتی که محتوی تشکیل میته به نام اومنتوسل یادش میکنن. اگر آب محتوی تشکیل میشه میته به نام هایدروسل یاد میشه. به می شکل ما میتونیم اشکال مختلف فتکار به شکل هم تصنیف بندی بکنیم. و تصنیف بندی دیگه که میتونیم سر فتقا بکنیم فتقایی که به حساب ساده هست این به عنوان که مریض وقتی که را میگرده وقتی که کار میکنه فشار میای بالاش یک چیز وزمین میورداره دفتا در امون ناهی که قبلا یک کندیدگی رو دیده و متوجه شده بازم امون کندیدگی در اونجا با وجود میایه. اما زمانی که از کار خود بیکار میشه میره در خانه استراحت میشه یا میشنه یا جای خود استراحت میکنه من داز خودم یا هم را با دست خود ایر فشار میته مانور میته با امی حالت ایمانور امی کتله یا برجستگی یا غورگی که ایجاد شده بود میتونه پس دوباره ناپدید شه و از بین بره. این او فتقا اکثرا هیچ کدوم مشکلی خاصی نمیداشته باشن بدون درد هم هستن. یگانه چیزی که مریض مشوش میشلازه موجودیت خود امو غورگی یا کتلی هست که در امو قسمت وجودش ظاهر میشه و پس ناپدید میشه متاثر میساز مریض که ای چی هست که یک غورگی همیجا قسمت پیدا میشه و باز پس دوباره گمش پیدا میشه و اکثرا هم مریضا به تو یک لوحه ری شکایت میکنن که فرزن دینی قسمتش کم ما یا دینی قسمت دست ما یا پای ما تو یک غورگی پیدا میشه و پس دوباره ناپدید میشه یا پندیدگی پیدا میشه و ناپدید میشه. ای هم است و دیگه فتقایی است که در امون ساحه که وقت که ظاهر میشه یک بار کتله دیگه ناپدید نمیشه امونجا است. هر قدری که به حساب ایره آزار میته یا پچق بکنه یا استراحت بکنه او کتله در امون ساحه است موجود است. این فتقار فتقهای ادهسیف یا فتقای چسبنده میگه ما که التصاق کرده با محیط ما حول خود یعنی اجازهش نمیده که مکمل تخلیه شد و پس دوباره در موقعت اصلی خود بره در امون ساحه که ایجاد شده آمده در امین ساحه باقی میمانه. و یک شکل دیگه فتقاره فتقای مختنق میگیم ما فتقای مختنق فتقایی هستن که اونا علاوه از اینکه خود امی محتوی خارج شده در مو سوراخ یا فوها بند مانده پس دوباره ارجاع نمیشه حالا جریان خون از این هم خراب شده. وقتی که جریان خون از این خراب است این واقعات عاجل جراحی هست عیناً مثل یک اپندیسیت مثل یک انسداد یک واقع عاجل جراحی رو تشکیل میده و مریضا هم باید متوجه زیگه باشن که اگر همیشه همین کتله به شکل یک برجستگی در قسمت وجودشون ظاهر میشده همیشه استراحت میکردن ناپدید میشده یا همراه دستشون فشار میدادن ناپدید میشه اما حالا این ناپدید نمیشه هر قدری رو تلاش میکنن این گم نمیشه ناپدید نمیشه و ضمن از اینکه ناپدید نمیشه شکل قبلی رو توضیح کردیم که یک شکل چسبنده هست در اموش چسبیده در انساج مجاور خود پس ارجاع نمیشه اما او درد نداره بر مریض کدام تب پیدا نمیشه است آزار برش ایجاد نکرده اما این شکل مختنقش که است این درد بسیار شدید داره سیر بسیار سریع داره به بسیار سرعت درد مریض بالا میره تب پیدا میکنه ناراحتی پیدا میکنه اگر امی رودا باشه محتویش مریض به انسداد روده هم گرفتار میشه بنابراین این شکلش هرچه زودتر و هرچه عاجلتر هموطنهای ما اگر خدا نخواست با تو یک مشکلی مواجه میشن باید به دکتر خود به مراجعه بکنن به مشفخانه خود مراجعه بکنن تا غمشان خورده شوه. و شکل دیگه هم میشه که ما شما شکل بندشی یا ابسترکتیو بگوییم که در او صورت محتوی خود امی فتق تنها روده ها میتونه تشکیل بده. در این صورت ای اومنتوم که صفحه ایره که پیشتر یاد کردیم او اگر داخل محتوی کیسه میشه و محتوی کیسه تشکیل میده او نمیتونه که شکل انسدادی داشته باشه
یا اگر امی محتویش مایع باشه، آب باشه، های دروسل این نمیتونه که شکل انسدادی باشه. این شکل انسدادیش تنها خود روده ها اگر محتوی فتق تشکیل میده، در این صورت میتونه که شکل انسدادی باشه. او قسمی است که یک قسمت از روده داخل امو کیسه داخل میشه و در دمو قسمت بند میمانه، پس دوباره ارجاع نمیشه یا در جای اصلی خود داخل نمیشه، فرار نمیکنه. و در تو یک حالت چون خون ازی قید نشده، خطر ازی کیسی ها بگرده و پاره شده بسیار کم است. صرف ترانزیت گاز و مواد غایطه متوقف میشه، گاز خارج نمیشه، مواد غایطه به حساب خارج نمیشه، پاس نمیکنه مریض و با یک لوحه انسدادی بازم که پیشتر گفتیم میتونه که مریض ما مراجعه کنه به دکتر و به شفاخانه که عینن یک مرحله از انسداد هست و دلیلش باز دکتر میبینه و پیدا میکنه که چی هست. به مخاطر هم در طبابت یک اصطلاح هست میگه اگر مریض شما به لوحه انسداد باز بکنین و دلیل انسداد چوره یا فتق باشه، میگه بزرگترین خطا را مرتکب شدین. اینه به این معنی که وقتی که ما معاینه میکنیم ابتدا نواحی از جدار شکم یا بطن که اکثرا در وجه چوره یا فتق ایجاد شده میتونه، اما نواحی کلا باید چک شود، دیده شود که کدام ناحیه از او فتق نساخته باشه که او دلیل انسداد نباشه. که اگر او دلیل انسداد میباشه شیوه تداوی خاص خود داره، اما اگر مریض به لوحه انسداد ما عملیات میکنیم او عملیات خاص خود داره که او نباید اشتباه صورت بگیره. بله، بسیار زود تشکر و با این انواعی که یادآور شدین خیلی انواع مختلف دارن و بنابراین شاید اسباب و علتهای مختلف هم داشته باشن. پس میشنویم از شما که اسباب یا خود دلایلی که باعث میشه یک فرد دچار چوره شود چی هست؟ بسیار خوب، خود فتق یا چوره دو دلیل عمده را میتونیم در اینجا سرش ذکر بکنیم. یکی افزایش فشار است. اگر ما و شما فتقای جدار بطن میگیم، این افزایش فشار در داخل جوف بطن، و اگر همین فتق عضلی از قصدی که پیشتر برتون گفتم وزن میور داره، بالای امو عضله فشار زیاد میشه، وزن وزمین میور داره، او عضله میتونه که بفت در چار شد. بنابراین امی افزایش فشار چه در یک ناحیه دیگه باشه که باعث فتق میشه، چه اگر در جوف بطن هستیم افزایش خود فشار داخل بطن ای باعث میشه. در حالت عادی اگر یک سطح امنوا باشه، اگر فشار بالای از سطح ایجاد میشه امکان داره می برجسته شود، اما به شکل متوازن تمام سطح به حساب برجسته میشه. اما در فتق علاوه از اینکه فشار افزایش پیدا میکنه، فشار بالا میره، فشار باید بلند شود، یک نقطه ضعیف یا یک پوینت ضعیف هم ارزشمندی خود داره. این امی چی یک مجرای طبعی باشه چی یک مجرای غیر طبعی باشه، به هر صورتش باید یک نقطه ضعیف هم وجود داشته باشه، به خاطر که وقتی که روده ها مکمل در یک سطح فشار وارد میکنن دلمون ناحیه میتونن داخل شون کجا یک نقطه ضعیف هست. وقتی که فرض مثال فتقای مغبنی میگه ما در قسمت های پایینی شکم وقتی که ایجاد میشه، در اونجا به نام خود اسپرماتیک کورد یک قنات هست، او خارج میشه، اکثرا جدار بطن در اون قسمتی که خارج شده یک ضعیفی داره. بنابراین فشار جوف بطن اگر زیاد میشه از اون مسیر ضعیفی امی محتوی میتونه خارج شود. یا فرض مثال فشار چوری ناف هست، در چوری ناف چون تفلک ها اکثرا از طریق مناف با رودیش وصل می باشه و بالاخره با پلاسنتای مادر که تغذیه میشه در حیات روشیمی یا حیات رحم مادر، بنان اینج وقتی که ای اتروفی میکنه یا پس دوباره خشک میشه و بسته میشه، در امیج در یک تعداد افراد یک نقطه ضعیف باقی میمانه. وقتی که باقی مان آل فشار بطن بلند میره، وقتی که بلند رفت از اون نقطه ضعیف خارج میشه و یا هم اویه از شریان ورید عصب از یک قسمت جدار بطن خارج شده، اکثرا اونمو خارج شدن و شریان ورید و عصب باعث ضعیفی اونمو یک نقطه یا پوینت میشه. وقتی که فشار در داخل بطن بالا شد اونمو رو میتونه سبب پاره شدن شه و بالاخره به طرف بیرون تفتق کنه یا خارج شه و به شکل یک فتق یا چوره ظاهر شود. به مخاطر است که اکثرا میگن دلیل فتق یا چوره حمله مکرر است. این خانم هایی که به صورت متواتر حمله پی هم دارن، حمله پی هم میگیرن، اینو هم یک ریسک فاکتور هست بهشون. کسایی که سلفه های اشتدادی دارن، سلفه های پی هم دارن، دوامدار سلفه میکنن، اینو میتونن به این گرفتار میشن. دلیل این سلفه ها هم افزایش فشار بطن است که فشار بطن زیاد میسازه. و یا هم میشه که
قبضیت ها رو مثال بتیم یا بندش ادرار رو مثال بتیم. این اشکال چاقی خودش یک سبب دلیل هست. وقتی که یک شخصی که چاق می باشه جوف بدن خود یک جوف ثابت هست، در داخل جوف بدن شهم افزایش پیدا میکنه، ساختمان هایی در داخل جوف بدن است اونا هم یک ذره موقعشون کوچکتر خورتر میشه و ساحه بدن یک ساحه وسیر شهم میگیره، بنان امی خودش باعث میشه که فشار در داخلش کم افزایش پیدا بکنه، افزایش فشار باعث ایجاد فتق چور شده میتونه. بسیار زیاد تشکر و امید از شما بیننده های عزیز هم عواملی که باعث میشن هرنیا چوران از شما زان خدای نخواسته ایجاد شوه، پس متوجه باشین و به یک مرکز صحی مراجعه کنین و همچنان برنامه هم به گونه زنده و مستقیم هست. اگر شما زان سوال دارین میتونین در شماره که در روی صفحات تلویزیون تان میبینین به تماس شوین، دکتر سه پاسخگوی سوال شما زان میباشن. به حال هم میخوایم از دکتر سه بپرسیم که وقتی که یک شخص دچار چوره شد کدام اعراض علائم همه داشته باشه که بدانه و به دکتر مراجعه کنه. خب گپ خوب است. اعراض علائم گفتیم در یک شکلش که اکثرا شکل ساده امکان داره هیچ نوع اعراض علائم نداشته باشه، اما کتله از ظاهر میشه پس ناپدید میشه. بنان در اینجا یگانه چیزی که مریض ما شکایت میکنه یا اما اعراضی که هست اون موجودیت کتله هست که می کتله به وجود میاد در اینجا پس ناپدید میشه، همین یک شکایت داره مریض ما. در باز موارد دیگه چون امی محتوی که میای داخل از این کیسه فتقه میشه، چون مسیر عصبش از شریانش است کش میشه، وقتی کش میشه میای به دو کیسه داخل میشه یا او کیسه را یک ذره زیر فشار میگره باعث درد هم میشه. در یک تعداد موارد درد هم داره که این دو شکایت بسیار عمده هست که میتونه که پیش مریض ما باشه و به دکتر هم که مراجعه میکنه دکتر علامه که میتونه پیدا بکنه اون پوندیدگی هست که یا پس دوباره ارجاع میشه داخل میره و یا هم خارج نمیشه. اما شکل انسدادی قبلا یادآوری کردیم، در شکل انسدادی میتونه که با یک لوحه انسدادی یک مریض چرا بیاید، یعنی انسداد روده پیدا کرده باشه، رودش مزدود شده باشه، آل دیگه یک قبضیت بسیار شدید داره، استفراغات بسیار شدید داره، بطنش متوسط و پوندیده هست، درد بسیار شدید بطن یا شکم داره، با همین اعراض میتونه که پس دوباره مریض ما مراجعه بکنه که اعراض انسدادی هست. و شکل مختنقش که پیشتر ذکر کردیم میتونه مریض ما درد بسیار شدید داشته باشه، استفراغات داشته باشه، تب بسیار شدید داشته باشن و این هم از جمله شکایت هایی است که میتونه یک مریض داشته باشه. و دکتر که پیدا میکنه در حالت اختناقی از امکان داره نبض مریض ما سریع باشه، یک تب شدید و یا خفیف داشته باشه مریض، خشک و دیهایدری ممکن شده باشه، آب وجودش کم شده باشه، اینا هم چیزهایی هستن که میتونه که یک دکتر خودش هم در نزد مریض خود پیداش بکنه. بله بسیار زیاد تشکر. و در اخیر هم دکتر سبا یک کدام پیام دارین و توصیه دارین؟ کمری تلویزیون در اختیارتان است، میتونین بگوین. قربان شما. خب طبق معمول ما پیام ما همیشه امی است که در ابتدا یک دعا میکنیم در حق از این ملت بیچاره که خداوند از امی درد رنج همه یعنی وطنهای ما رو دور بسازه. آمین. و این دعای ما هست و دعای دومی ما که هیچ وقت تن از اینا رو محتاج به و نیازمند به طبیب نسازه، همیشه صحتمند باشن. اگر احیانا خدا نخواسته خدا نخواسته کدام درد و مریضی دارن، مشوره ما برشون امی هست که پیش اهل مسلکش برن. بسیاری هم وطنهای ما و شما میرن در یک دواخانه، متاسفانه که با گرفتن یک پیچکاری و یا یک سیروم اونمو لحظه درد خود آرام میسازن، یک آینده چه ضرری به خودشان و با اجتماعشان و جامعهشان ایجاد میکنه اون متاسفانه در نظر نمیگیرن که بزرگترین مشکل میتونه در آینده ایجاد بکنه که بنام مقاومت دوایی ایجاد یادش میکنن و این مقاومت دوایی یک آفت بسیار عام شمول است. ای کاش قسمی می بود که هر کسی که بی توجهی کرده بود در جان خودش و تداوی جان خودش امی مقاومت دوایی تنها با وجود خودش ایجاد می شد، امی میکروب در جامعه پراگنده نمی شد و دیگران را هم مصاب نمی ساخت به این مشکل. متاسفانه قسمی است که امی آفتی که به جان ازی هموطن ما ایجاد شده و ای باعث شده که مقاومت دوایی ایجاد کنه، حالی میکروب انتان اران کسی را که در محیط ولو یک لک نفر یا یک میلیون نفر اشغال بکنه یا مصاب بسازه. امید روزه که هیچ کس مریض نباشه. قربان شما. تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، وقت گذاشتین اومدین تشریف آوردین و حرفای بسیار خوب را با بیننده سری گذاشتین. سلامت باشین. تشکر. خب دوستای عزیز در بخش دوم برنامه ما باشین که دکتر صاحب سریا انوری جبارخیل با ما هستن و در رابطه با ای که چگونه
می توانیم یک حمله تشخیص کنیم و چگونه ای که بدانیم که در فامیل کسی دچار البته حمله هست و چگونه تشخیص کنه؟ با ما باشین، فعلا میریم یک منو برامی کوتاه دوباره برمیگردیم.